دوستان عزیز برنامه پرسش پاسخ خوش آمدید صد سوال مکرری که در مورد زمانه آخر پرسیده میشه من کشیش لاتان باغستانی هستم امروز میریم با سال دیگه سوال 41 و 42 رو نگاه میکنیم همینجوری جا داره که خدمتتون میگم اگر این سری از برنامه های پرسش پاسخ رو تماشا نکردید میتونید به یوتیوب ما برید با آیدی ای باغستانی و تمام چهل سوال و جواب قبلی هم اونجا میتونید پیدا بکنید سوال 41 برای ما این هستش دو شاخ که مانند شاخهای بره بر روی وحش که همون حیوان دوم هستش در کتاب مکاشه با باب 13 و 11 نماد چی هستش به عبارت چرا این نبی کاذب همان گونه که هست نمایان میشه این دو شاخ کلام خدا ما نشون میده این دو شاخ قدرت شیطانی نبی کاذب رو نشون میده که اعتمالا در مذهب و در عوامل اقتصادی نمایان میشه و دیگری او را از قدرت خودش ظاهری در واقع شبیه یک مهربان و آرام به دیگران نمایان می سازه. پس دو شاخ دو جنبه داره اگه شاخ ها رو در نظر بگیر جنبه مذهبی دروغین و جنبه اقتصادی که یوحنا رو در مکاشفه از خداوند می گیره سال چل دوم چارده نفر در کتاب مکاشفه باب 7 و ۴ کیا هستن؟ 144 14 هزار نفر سوال چل دوم 144 هزار نفر در کتاب مکاشفه باب 14 و باب هفت کی هستن راجع به این 144 نفر ما نظرات مختلفی رو در طی زمانها شنیدیم اما 144 هزار نفر قوم یهود هستن که مهر شدن تا از قضاوت های خدا در کتاب مکاشفه محفوظ باشد پس ظاهرا این سر چهار هزار نفر تا حالا نمایان نشدم ولی در آینده ما شاهد خواهیم بود خداوند کلاب خودش رو برکت بده دعا میکنم که حضور خدا با شما باشه تا سوالهای بعدی که خدمتتون میرسم